با سلام به شما بینندگان عزیز، مرسده قائدی هستم، بیننده برنامه خاوران هستین. اولین برنامه خاوران رو بعد از سال جدید تقدیم حضورتون میکنم. با آرزو این که این تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه با همه مشکلاتی که میدونم همتون داشتین، ولی در کنار هم بودین و این تعطیلات رو یک استراحتی کرده باشین. و با آرزو این که امسالی که پیش رو داریم سالی باشه که توش شکنجه نباشه، اعدام نباشه و زندان نداشته باشیم، و با آرزوی این که امسال سالی باشه برای انسانیت و برای یک زندگی انسانی. و امسال دیدیم باز هم مثل سالهای گذشته چه مادران خاوران، چه تمام مادران و کسانی که عزیزانشون از دست دادن، پیش فرزندانشون رفتن و همه اون مناطق رو گلباران کردن، و زندانیان هم با عکسایی که فرستادن نشون دادن که زندگی عاشق زندگی کردن هستن، از مراسم چهارشنبه سوری گرفته، از مراسم سال نو گرفته و حتی از مراسم 13 بدر. و همه این مجموعه نشون داد که همه کسایی که الان در کنار ما نیستن و الان کسایی که در زندان هستن و تمام کسانی که دارن مبارزه میکنن، همشون برای یک زندگی بهتر و برای یک زندگی انسانیه. و ببینیم سال قبل جنبش دادخواهی چه موقعیتی داشته و ما چه کارهایی تونستیم سال قبل بکنیم، و در ادامه همون مبارزه دادخواهی امسال باید مبارزمون ادامه بدیم. من به خاطر اینکه بررسی بکنم که چه اتفاقاتی سال قبل افتاد، از آخرین اخباری که عفو بین الملل صادر کرده که ایران دومین کشور در جهان هستش که بیشترین اعدام داشته بعد از چین، و آمارهایی که به طور رسمی یا غیر رسمی 400 تا، خودشون گفتن 400 تا، ولی آماری که ما داریم بیشتر از 700 تا. و در نظر بگیرین که هر تک تک این عزیزانی رو که اعدام کردن، چند نفر از خانواده های اینها رو در واقعا به سوگ نشوندن، و این خود همین تعداد چندین هزار خواهد شد. و آیا فقط بحث سر اینه که وقتی این اعدام ها شد در کنار اون خانواده ها اعتراضی نداشتن؟ ما میبینیم هر روزه برای این مسئله در جامعه، از ایران اگه بخوایم شروع کنیم، هر روزه برای مسئله لغو اعدام و اینکه اعدام نداشته باشیم، شکنجه نداشته باشیم و زندان نداشته باشیم، یه جنبش عظیمی در ایران وجود داره. و دیدیم در سالهای اخیر، به خصوص سال قبل، دیدیم که اعتراض خانواده ها و اومدنشون در خیابون ها و با صدای بلند اعلام کردن که ما دادخواهی میخواییم، ما نمیذاریم که همینطور راحت بچه های ما رو اعدام کنن و صدای ما رو خاموش کنن. اگر جمهوری اسلامی سال 60 و 67 تونست در خاموشی سرکوب کنه، ولی امروز این شرایطی که الان وجود داره دیگه نمیتونه. به خاطر حضور همچین تلویزیونی، به خاطر مدیای اجتماعی، به خاطر تمام ارتباطات دنیایی که وجود داره، جمهوری اسلامی کوچکترین حرکتی که در داخل ایران، حتی در زندان سرکوب میکنه، بلافاصله انعکاسش رو ما در سطح جهانی میبینیم. و نقش خانواده ها رو در این دوران دیدیم. به محضی که سرکوب در زندان شروع میشه و اعدامی اتفاق میفته، ما میبینیم خانواده ها جلوی زندان ها جمع میشن و میان مصاحبه میکنن، نظرشونو میگن و میگن آروم نمیشینیم و نمیذاریم. و دیدیم که
نگذاشتن که این سرکوب ها انعکاس پیدا نکنه. از خانواده های سال 60 میگیریم که همینطور دارن برای خاوران و خاوران ها مبارزه میکنن، خانواده های 67، از قتل های زنجیری گرفته، از سرکوب های سال 88 گرفته، همشون مسئلهشون این که باید دادگاه های خواهان دادگاه های عادلانه، برگزاری دادگاه های مردمی و عادلانه که تمام مردم شاهدش باشن. ما میبینیم امسال خانواده های در یادبود سال 88، خانواده ها میگن فقط مسئله ما سال 88 نیست، مسئله ایران و دادگاهی تمام کسانی را که از سال 60 سرکوب کردن باید بیان در دادگاه ها صحبت کنند. حتی خانواده هایی که عزیزانشون رو در قتل های زنجیری از دست دادن، و حتی میبینیم مادر ستار بهشتی میاد میگه من یک قدم کوتاه نخواهم اومد، همراه تمام مادران. و در تمام این صحبت هایی که مادران میکنن همه با هم میگن ما هممون با همیم و هممون خواهان دادگاه هستیم. و یکی از موردهای دیگه که واقعا جهانی شد مسئله ریحانه جباری بود. ریحانه جباری دختری رو که اتهام قتل بهش بستن و اعدامش کردن، و شعله پاکروان به درست از وقتی که بچهش در زندان بود و از وقتی که اعدام شد همچنان صحبت کرد و گفت من خواهان یک بررسی عادلانه هستم. مادری چون مطمئنه که بچهش قاتل نیست از تمام وکلای دنیا میخواد که بیاین پرونده ریحانه رو بررسی کنید، و اگر دخترم اتهامش ثابت شده من میپذیرم که میدونم مطمئنه که این اتهام به ریحانه زده شد. و موردهای زیادی که همچنان، و صحبتهایی که حتی شعله پاکروان میکنه از روحی ریحانه در زندان، که ریحانه چه کمکی به زندانیان میکرد، با اینکه ریحانه میدونست که دارن اعدامش میکنن، از یک روحی بالا. ما از فعالین کارگری میبینیم در داخل زندان، از فعالین دانشجویی، از فعالین جنبش زنان، از هر کدوم از این جنبش ها در داخل زندان هستند، ولی هیچ کدوم از اینها به خاطر اهدافشون کوتاه نیومدن. و همچنان این مبارزه میبینیم رو دوش خانواده ها خارج از زندان وجود داره و دارن این مبارزه رو ادامه میدن. خانواده ها نمیذارن صدای زندانی ها و صدای کسایی که اعدام شده خاموش بشه. و این مسئله فقط در چارچوب ایران نیست. ما میبینیم با اینکه الان هر روزه خبرهای بسیار بد و خبرهای کشتارهای متفاوت در کشورهای دنیا میشنویم، ولی یک مسئله این روزها که در کنار اون همزمان میشنویم مسئله دادخواهیه. ما میبینیم اتفاقی که در مکسیکو سیتی میفته، دانشجویان 43 تا دانشجو مفقود الاثر میشن چون اعتراض داشتن. بلافاصله خانواده هاشون با امر که عکس بچه هاشون رو میگیرن میان تو خیابونا و میگن خواهان بررسی و این وضعیت هستیم، ما خواهان کسایی که بچه های ما رو دزدیدن و مفقود الاثرن، ما خواهان دادگاهی کردن اینا هستیم. و همچنان همین امسال میبینیم در آرژانتین رهبرای نظامی رو، چندین نفر از رهبرای نظامی آرژانتین رو که سرکوب خونی رو در اون کشور به مردم تحمیل کرده بودن و چندین نفر از اونها رو پای دادگاه بردن و در ادامه همون مبارزه باز ادامه داره. و مورد بعدی رو باید بگم، مورد آخری که شاید قبل از سال نو درست 28 اسفند ماه 19 مارس اتفاق افتاد، خبر بسیار دردناکی بود. این اتفاق در افغانستان افتاد.
شما از طریق همین تلویزیون میدونم که مرتبا خبر فرخنده رو تعقیب کردین و اخبارش به گوش شما رسید و از طریق تلویزیون های دنیا و از طریق مدیای اجتماعی دختری رو که به اتهام که قرآن رو پاره کرد و به اتهام که توهین به مقدساتی که همیشه به همین دلیل آدم ها رو اعدام میکنن و میکشن، فرخنده رو در ملأ عام، نه در زندان های افغانستان و زندان جمهوری اسلامی که شکنجه میکنن، در ملأ عام جلوی همه شکنجش کردن. اول زدنش، شکنجش کردن، کشتنش فرخنده رو. بعد این اولین بار نیست که در افغانستان داره رو مسئله زنان، خشونت علیه زنان داره اتفاق میفته، ولی به این فجیع بودن به این قضیه نبود. در خود افغانستان مثل ایران زنان رو سنگسار میکنن، زنان اعدام میکنن و بیش از 3 دهه که مرتبا زنان زیر فشار اون دولت اسلامی هستن. اما اتفاقی که این بار افتاد، دولت فکر نمیکرد، این بار این بود که جنبش انسانیت در افغانستان اومد در خیابون و گفت نمیذاریم فرخنده فراموش بشه. با این شعار همه ما فرخنده ایم و عدالت عدالت، و با این شعار انسانیت اومدن تو خیابون و گفتن نمیذاریم که این بار هم مثل دفعه دیگه فرخنده گمنام بره و این جنایتی که در حق فرخنده شد نمیذاریم به فراموشی سپرده بشه. اولین شعاری که این جنبش آزادی خواهی، این جنبش برابر طلب، این جنبشی که با انسانیت اومد تو خیابون، خواهان دادگاهی و عدالت بود و این جنبش خواهان اینه که باید این کسانی که فرخنده رو در ملأ عام شکنجه کردن و کشتن باید دادگاهی بشن. و در تمام این پروسه‌ای که امر دادخواهی وجود داره، ما یک نکته هم باید توجه بکنیم که جنبش زنان چه در افغانستان، چه در ایران، چه در عربستان و در کشورهای اسلام زده، در کشورهایی که اسلام درش حاکمه، گره خورده با مسئله جنبش زنان. جنبش مادران خاوران بخشی از جنبش زنانه، جنبشی که الان در افغانستان یک جنبش دادخواهی، یک جنبش حقایق، جدا از جنبش زنانی افغانستان نیست. این جنبش اومده تو خیابون و میگه نمیذاریم دیگه بیش از این سرکوب کنین ما رو، نمیذاریم که اینطوری در خیابون، در خونه ها، در با سنگ ما رو بکشین. و این جنبش یک جنبش عظیمی اومد تو خیابون که همچنان تظاهرات در شهرهای متفاوت افغانستان ادامه داره، چون این تکان دهنده بود، این شکنجه‌ای که فرخنده رو کردن. فرخنده در تاریخ جنبش زنان افغانستان ثبت شد، در تاریخ جنبش زنان افغانستان و در تاریخ جنبش دادخواهی افغانستان ثبت شد. این اولین بار بود که در افغانستان با شعار عدالت خواهی و خواهان محاکمه کسانی که این جنایتی کردن، این اولین بار بود که اومدن تو خیابون. و این نشون داد که برای امر دادخواهی و انسانیت، در این حال که سال قبل در ایران ما تعداد اعدامی زیادی داشتیم، زندان‌های پر از زندانی بود، ولی یک چیزی که همه ما رو به ما قدرت میده، به ما نیرو میده که همچنان مبارزمون ادامه بدیم، به خاطر انسانیته. چون وقتی میبینیم که اگر مبارزه ای نباشه، اعدامی نیست، زندانی نیست، شکنجه ای نیست، اگر جامعه آروم باشه که به زندان احتیاجی، وقتی جامعه اعتراض میکنه، وقتی جامعه حقشو میخواد،
آزادیشو میخواد، وقتی میخواد زندگی خوب داشته باشه، وقتی برابری میخواد، و اون وقتی که حکومت ها سرنیزه ها رو به طرف مردمشون میگیرن. و اینه که هیچ وقت انسانیت نمیمیره و برای انسانیت همیشه همه مبارزه میکنن و همه کسایی که این سالها در کنار ما نیستن برای همین زندگی مبارزه میکردن و همچنان ما هم داریم برای یک زندگی پر از عشق، پر از انسانیت داریم مبارزه میکنیم. همینجا دوست دارم در پایان برنامه یک آهنگی تقدیمتون بکنم به نام زندگی کن زندگی کن، از شیرین مهربد، از زندانیان سابق رژیم. با آرزوی روزهای خیلی خوب برای شما. جواب هست نمی‌بینی
شد.